برای آگاهی از آخرین تحولات در کردستان گفتگوی تلفنی داریم با آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار کرد در فرانسه. آقای رشیدی درود به شما، خوش آمدید به برنامه ما. آخرین اخباری که شما از کردستان دارید چیست آقای رشیدی؟ درود بر شما، خسته نباشید. در طول 24 ساعت گذشته در واقع در خیابان کمربندی شهر سنندج دو نفر زخمی شدند از طرف نیروهای جمهوری اسلامی ایران. در دهگلان زد و خورد میان مردم و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران رخ داده. خانواده اعدام شدگان به ویژه خانواده فرزاد کمانگر تحت بازداشت خانگی بودند و دیروز بعد از ظهر ورود هیئت کنترل بحران به سنندج و از طرفی دیگه امروز هم بیش از 10 نفر از فعالین شناخته شده مدنی و حقوق بشر من جمله سخنگوی رسمی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دستگیر شدند. آقای رشیدی، اعدام شدگان همه کرد نبودن، این واکنش رو چطور ما در مناطق کردنشین شاهد هستیم؟ ببینید، 3 دلیل عمده داره. اولا در کردستان احزاب متعدد سیاسی وجود دارن که دارای پایگاه مردمی و نفوذ توده‌ای هستن و ما میدونیم که مردم کرد در ایران بیش از 6 دهه هست که برای تحقق خواسته های دموکراتیک خودش به صورت سازمان یافته مبارزه میکنه و از طرف دیگه خشونت عریانی که علیه مردم کردستان از طرف جمهوری اسلامی ایران به کار بسته میشه. مسئله فقط اعدام ها نیست، مردم کردستان روزانه زیر فشارهای متعدد جمهوری اسلامی ایران قرار دارن. همین کاسبکاران مرزی هر روز از طرف نیروهای مسلح رژیم مورد اهانت، تحقیر و تیراندازی قرار میگیرن. و مسئله دیگر مسئله رسانه ها بود که در طول 1 سال گذشته حداقل همیشه به این دستگیری ها، به این بگیر و ببند ها اشاره می کردن. و اسم این عزیزان سر زبان ها بود. افکار عمومی برای پاسخ به این مسائل، به این خشونت ها، به این زورگویی ها تا حدودی آماده بود. از سوی دیگه ما می دونیم در سالهای اخیر، به ویژه در 4-5 سال اخیر، مردم کردستان ایران به صورت عمومی تقریبا اعتراض میکنن. به ویژه ما به یاد داریم که پارسال در 22 تیر ماه که 20 سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان ایران بود، مردم چون اعتصابی صورت دادن. تشکر میکنم از شما آقای رحیم رشیدی، روزنامه‌نگار کرد در فرانسه. بسیار سپاسگزارم. اگر اجازه بدید من کوتاه یک نکته اشاره بکنم. اعتصاب اخیر دستاوردی بزرگ برای روند دموکراسی خواهی در ایرانه. چرا؟ چون کردستان به عنوان یک منطقه در ایران زمین، در شرایطی که پروسه اتمی و وقایع بعد از انتخابات اساساً مسئله حقوق بشر و توجه به حقوق بشر را به حاشیه رانده بود، ولی این اعتصاب میتونه بار دیگر توجه این نهادها را به مسائل حقوق بشر. تشکر میکنم از شما آقای رشیدی در فرانسه، سپاسگزارم از شما.